Jak o ja, jak to stąd? Jak o ja, jak to stąd? Jak o ja, jak to stąd? سلام و درود بچه های خوب و نازنین. حالتان چی طور است؟ سلامت و شاداب هستید؟ لبهاتان خندان هست؟ خوب، خدا را شکر. آرزو میکنم که همیشه خندان باشید. سلام بچه ها، ما یک بار دیگر با برنامه یک آیه یک داستان همراه شما هستیم. میدانید چی شد؟ نه، چی شده است؟ یک مسئله نو یاد گرفتم. چی؟ سه کله بهتر از یک کله. چی جالب، حالا ماجرا چیست؟ من و گلبه ها رو منیجه تصمیم داشتیم در درس مهنت سلط آماده کنیم، اما فراموش کردیم اول با هم مشورت کنیم. بعد این روز پگاه وقتی به مکتب رفتیم در دست هر سیمو یک سلفم پمیدار. برای همین معلمه ما خندید و گفت آخی چرا همه تان یک چیز آوردید مگر مشورت نکردید؟ ما گفتیم آخه سلط آسان است، همه می دونیم. معلمه ما خندیدند و گفتند سه کله بهتر از یک کله. بله، کاملا درست است. من هم در یادم هست که وقت خردتر بودم و اولین بار که می خواستم برای خالتم تگمه بدوزم با پیراهنی پدرجانم نگاه کرده دختم. بعد وقت کارم تمام شد و به مادر جانم نشان دادم، مادرم خندیدند و گفتند چی خوبتر می شد اگر اول با من مشورت می کردی. تگمه لباسهای زنانه باید سمتی چپ باشد، برعکس لباسهای مردانه که در سمتی راست دوخته می شود. بعد از آن من هم آموختم که کاری که مشورت کردن همراهش باشد کاملتر و درستتر پیش می رود. معلم ما هم گفتند که در هنگام مشورت چندین نظر و راه حل به دست می آید که با کمک هم می توانیم بهترینش را انتخاب کنیم. مهینه جان، مشورت کردن کوچک و بزرگ هم ندارد. میدونی حتی پیامبر خوبی ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در کارهای دست جمعی حتما با یارانشان مشورت میکردند و میگفتند مشورت راه است برای رسیدن به خیر و پیشرفت. راستی می دانستی ما در کتابی شریف قرآن یک سوره داریم به نام شورا؟ اگر گفتی چرا اسم این سوره شوراست؟ شاید چون درباره مشورت کردن است، نام سوره شورا باشد. احسنت، خداوند در یکی از آیتهای نورانی این سوره می فرماید انسانهای مؤمن که به حرف خدا گوش میکنند و نماز میخوانند، صدقه و خیرات میکنند و مهربان هستند، یک ویژگی دیگر هم دارند و آن اینکه در کارهاشان با یکدیگر مشورت میکنند. مهینه جان، دوستان خوبی برنامه، آماده اید تا این آیت زیبا را هم بشنویم؟ بله. بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. بچه
بچه ها، من یاد گرفتم که با مشورت کردن کارها بهتر انجام می شود. مشورت کردن فقط کاری بچه ها یا زردست ها نیست، بلکه همه مسلمانان باید در کارها با هم مشورت کنند. مشورت کردن برابر ندانستن نیست، بلکه نشانه دوراندیشی و دانایی است. دوستان خوبم، امیدوارم از برنامه یک آیه یک داستان خوشتان آمده باشد. برای بهتر شدن برنامه ها ما هم میخواهیم با شما مشورت کنه و دوست داریم شما به ما بگویید که مثلا از کجای برنامه خوشتان نمی آید، یا کدام بخش خیلی خوب و جذاب است، و یا اصلا چگونه باشد شما بیشتر دوست خواهید داشت. پس نظر و پیشنهادتان را یا خودتان و یا با کمک والدین مهربانتان زیر همین برنامه در کامنت ها نویسید. بچه ها، تا یک آیت دیگر، خدا حافظ. گل های نازنینم، ما منتظر نظرهای سازنده شما هستیم. در پناه خدا سلامت باشید.